बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसी रोज़ी नौमी बरनामे क्विक बुक्स खुश आमदीद। खब मैम बरनामे क्विक बुक्स अभास मे कुनिम दरसे कबली मौ शुमार रुई जुर कदन कंपनी द बरनामे क्विक बुक्स कार कदा बुदिम। इमरोज रुई मुहिती कारी कार मे कुनिम यानी मारिफी बा मुहिती कारी बरनामे क्विक बुक्स। بخاطر ازی ما میایم یک سمپل کمپنی که در برنامه کویک بوکس تیار قبل از قبل وجود داره او را باز میکنم، چون در ایجا ویندر، کستومر، آیتم، سرویس کل چیزها در ایجا می باشه و اگر کمپنی خود ما باز کنیم در او چیز وجود نداره، به او خاطر ما نمیتونیم که خوبتر و دقیقتر کار کنیم در کمپنی خود ما. پس میایم I want to see simple company file روی ازی ما کلک میکنم تا بتانم که از طریق از یک سمپل کمپانی فایل باز کنم. خب در اینجا برای ما یک پیام میده، برای ما میگه که You are opening a QuickBooks desktop simple file. سمپل کمپانی فایل باز میکنی. خب نقطه مهم چیست؟ Important. Use this simple company ya simple file to practice while you learn QuickBooks desktop. Do not use it as your company file. As any company ki filan ba tu baz misha ir faqat tu ba khatari practice mitoni istifada kuni. Ba khatari aziz nemitoni ki ir ba haisi company asli daftare da QuickBooks sarazi kar kuni. Pas ma che mikonim okay click mikonim va company file bari ma che misha baz misha. نام کمپانی فایل چیست؟ در قسمت بالا که میبینید اینجا برای ما آمده سیمپل راک کاستل کنستراکشن کمپانی فایل یا کمپانی. خب کمپانی برای ما باز شد، خود ایجا یک صفحه دیگه برای ما باز شده. این صفحه به خاطر اکاونت در کمپانی اینتیوت از پیش ما پرسان میکنه که ایمیل تا انتر کده ایجا. اگر تو ادمین اینمی کمپانی استی تا از این طریق تو بتانی که مثلا می اکاونت دا کمپانی کویک بوکس آنلاین دا اوجه برت اکاونت روشم. ما میگم که ما ادمین از این نیستم، میره کانتینیو میکنم، میگم برای ما نیاز ندارم که جا ایمیل به تو انتر کنم، فقط ما را ساین این کو و بس کانتینیو کلک میکنیم و بعد از افروز بعد باز برای ما یک ریمایندر میده. اوکی کلک کردم. انال شما بین ما داخل برنامه کویک بوکس شدیم. بعضی پیام ها را برای ما میتونم کل از یار کنسل میکنم، کلوز میکنم. خب ایره که میبینین شما صفحه اصلی برنامه کویک بوکس است. وقتی که داخل برنامه کویک بوکس میشیم این قسم یک صفحه برای ما باز میشه. قسمتی بالای این برنامه کویک بوکس که میبینین اینی رو به نام تایتل بار یاد میشه. هر کمپانی رو که باز میکنین تایتل از اینجا میاد یا هر ویندو رو که باز میکنین تایتل از باز دو قسمت ذکر میشه. اینی بتنه کار که میبینین شما در بالا کسی به نام کنترل بتن یا کپشن بتن یاد میشه. از طریق از پروگرام کویک بوکس کلوز کردن میتونیم و از این طریق ویندوی باز شدگی یک ویندو رو ما باز میکنیم. ویندوی کستومر ویندر چی که باز طریق از ما را کلوز کردن میتونیم. این مینو بار است، اینا رو که میبینین به نام لفت آیکن بار یاد میشه در برنامه کویک بوکس. و اینی را که میبینین صفحه اصلی برنامه کویک بوکس این میسته که این دو شکل می داشته باشن. اولش به نام هوم پیج یاد میشه، اینمی قسمت فعلا که اسم ما شما در هوم پیج هستیم و اگر انسایدر کلیک کنین یک بخش دیگه زیر بعد باز میکنه که یک خلاص معلومات راجع به کمپانی ما میده، خصوصا عاید مصارفات ما شما چقدر عاید داشتیم چقدر مصارفات داشتیم میره گپ میزنیم. هدف این است که اینی صفحه که میبینین شما ای به دو بخش تقسیم شده. اینی صفحه یک تابش که اس مربوط به هوم پیج میشه و یک تابش که اس مربوط انسایدر میشه. هوم پیج که اس برای ما روش کاری رو نشان میده که اگر تو با مشتری سر و کار داری روش کاری با مشتری چه قسم است، روش کاری با وندر چه قسم است، روش کاری با کارمند چه قسم است، یا رو برای ما تشریح میکنه. و اگر انسایدر کلیک کنی راجع به خصوص راجع به پروفیت اند لاس برای ما معلومات میده. در یک ماه، در یک هفته، در یک روز، در یک سال ما چقدر عاید داشتیم چقدر مصارفات داشتیم، گراف عاید ما زیاد است یا مصارفات ما زیاد است، این را برای ما بر علاوه ازی که ما یک بخش رپورت هم داریم در اینجا بدون ازی ما از این طریق هم او را دیده میکنیم. پس میایم اول سر هوم پیج کار میکنیم که سر و کار ما شما در برنامه کویک بوکس با اینی کمانداست که در اینجا شما میبینید. چیزی که زیاد مهم است برای ما اهمیت داره وندر است،
که از کسی که ما خریداری میکنیم، کاستومر است، بالای کسی که ما اشیای خود از سرویس خود میفروشیم، و امپلویز که برای ما شما کار میکنه. به خاطر از اینکه ما بتانیم سرویس خوب به مشتری خود ارائه کنیم، کارمند است که از ما کار میگیریم و او سرویس ارائه میشه. خب اول میام از مشتری شروع میکنیم، گرچه اول باید ویندر باشه، خب ما از مشتری شروع میکنم که روش کاری در برنامه کویک بوکس با مشتری چه قسم هستن. خب مشتری، ما مثلا یک کمپانی داریم، ICT کمپانی داریم، یک مشتری برای ما میه، برای ما میگه بیادر ما یک پرینتری HP لیزر جت که 3 فیچر داشته باشه، فاکس، سکن و پرینت بکنه، برای ما نیاز هسته. بچند برای ما میتی، ما برش یک ورق تمام نرخها را جور میکنم، او را برش نوشته میکنم، نامشه، مشخصاتشه، قیمتشه. وقتی که ورق بر از او میتم، در مقابل از او ورق کس ما چیز را نمیگیریم، نه پول میگیریم و نه کدام گپ دیگه، که اینمی ما شما بنام نرخ هم یاد میکنم، که نرخ برای ما بده که ما ببرم دفتر، که اینمی را بنام استیمیت یاد میکنه. اولین کاری که ما شما میکنیم چیست؟ جور کردن استیمیت هست با مشتری. در مقابل استیمیت ما از مشتری خود پول نمیگیریم، که بنام کورتس کوتیشن هم یاد میکنه. ما شما در جور کردن کمپانی، در جریان جور کردن کمپانی را خوانده بودیم. بعد از وقتی که مشتری اینمی کوتیشن برد یا استیمیت برد، اگر او استیمیت خوشش آمده باشه برای ما زنگ میزنه، میگه بیادر از اون استیمیتی که ما گرفته بودم از این کمپانی استم دادنی زیر جور کو برای ما. اینمی حالت ما در برنامه کویک بوکس به نام سل آردر ثبت میکنیم، که اینی کمپانی به این مشخصات برای ما سل آردر داده. وقتی که اون نفر آمد، 10 بعد، 3 بعد، 5 بعد وقتش پوره شد، آمد برای ما گفت که بیادر ما یک آردر داده بودم برتم. آردر ما آمده است، میگیم بله بیادر، دادن کامپیوتر یا پرینتر گفته بود اینا. خب وقتی که پرینتر ما برای زو نفر میتیم، امرای پرینتر یک ورق میتیم که اونمو یک بل میتیم که بنام انوایس یاد میشه. بعد از این از سلاردر انوایس یاد میشه، صحیحه؟ در مقابل انوایس ما از مشتری خود پول میگیریم، و در مقابل پول امرای انوایس ما اونمو انوینتری هستیز که هست برای زو تسلیم میکنیم، صحیح شد؟ دیگه یک طریقه قسم است که مشتری ما برش استیمیت جور میکنیم، سل آردر میکنه، بعد از اینوایس میتیم برش. و یک طریقش قسمی است که یک نفر میاد برای ما میگه بیادر یک کوتیشن برای ما بده، از این اشیایی که تو میفروشی کوتیشن میتیم، از پرینتر برش اومده خوشش میاد برای ما میگه که بیادر، یا استیمیت که برد دیگر روز مستقیم میاد دفتر ما، میگه بیادر اینمی ورق از پیشتون برده بودم، این نرخ اینمی رو دادن برای ما کار هستم. هیچ آردر نمیکنه برای ما، مستقیم میاد اینجا از پیش ما، جنس هم میگیره، در مقابل جنس پول برای ما میده. این مستقیم شد، از طریق سل آردر میشه، از طریق استیمیت مستقیم میشه. خب وقتی که انوایس دادیم، انوایس وقتی میتیم که ما از نفر پیمنت ریسیو کنیم، صحیح است؟ ریسیو پیمنت وقتی که بل بر نفر میتی، خب پیسه میگیری نمیگیری؟ او را باز شما در کجا میرسنین؟ در برنامه کویک بوکس در ریسیو پیمنت. دادن مشتری چیزا را گرفت، از پیشم پول داد، میگم میرم در بخشی در کاستومر میام، در اینجا سر که کماند است به نام ریسیو پیمنت، ایره دیجه باز آرد میکنم. سل کنیجا اول کریت استیمیت است، بعد از امره ما سل آردر است، سل آردر که جور شد، بعد از ما چی میکنم؟ انوایس جور میکنم، کریت انوایس. انوایس که جور کردم، بعد از بس چی میکنم؟ ریسیف پیمنت، پول برمیم. اگر پول نداد، مشتری با اعتماد با اعتبار ما بود، پول نداد، خیر است، پول سرش میمانه، متوجه هستی؟ او را بعدا ما شما گپ میزنیم. خب اگر پول داد، تو باید در برنامه کویک بوکس او را برسانی. در کجا بیای؟ در اینجا ریسیف پیمنت بیای، او را باید برسانی. بعضی وقت قسم میشه که یک مشتری میاد برای ما میگه بیادر برای ما از امیمای گذشته مکمل امو استیتمنت بکش که ما چی خریدیم، چه قرار پولش پرداخت کردیم، چه قصر ما مانده، صحیح؟ خب دو تا حالت ما در کجا میایم؟ در بخش استیتمنت میایم، که هم در مینوی کاستومر امرای ما شما یک بخش است به نام کریت استیتمنت، صحیح است؟ این کار را میکنیم. بعضی وقت میشه که در مقابل خب فایننس چارجز، وقت میشه که مثلا یک نفر یک مشتری است برای ما لیت پیمنت میکنه، متوجه هستی؟ لیت پیمنت که میکنه، با سر از ما چارجز تدبیر میکنه. اگر یک نفر تا در روز پول پرداخت نکرد، بعد از در روز 2% تکس سرش چی میشه؟ وضع میشه. در اون حالت ما شما چی میکنیم؟ فایننس چارجز این سرش تدبیر میکنیم، بله. و اینجا یک چیز دیگه است به نام استیتمنت چارجز. استیتمنت چارجز اگر بعضی در بانک ها که بعض وقت بری اگر استیتمنت رو میگیری، چارج میکنه سر، اگر استیتمنت رو چارج سر مشتری پرداخت میکنی، چی میکنی؟ وضع میکنی بازده ای بخش ما شما میبینیم. اینجا ببینیم مکمل روش کاری چی را برای ما نشون میده، امو دیل کردن با مشتری. خب بعضی وقت قسم میشه که ما
به مشتری یک آیتم جور کردم، پولم از پیش گرفتم، اون نفر پس برای من بعض چیزها رو چه میکنه؟ پس دوباره مسترد میکنه. این یک کمپیوتر خراب بود یا این میرم من برده بودم بدرد من خود پس آوردم پولش برای من بوده. در اون حالت ما شما بخش دیگه دارن، در بخش مشتری به نام ریفند اند کریدیتس که در اینجا امرای ما در کستومر مینو که بیایی در اینجا هم امرای ما شما هستن. ریفند اند کریدیتس که در اینجا بیایی یک کماند هستن که از طریق از او باز ما میتونیم چی کنیم؟ پول از اون نفر پس دوباره پرداخت کنیم. سل کنین کریت کریدیت میمو و ریفاندز اونمو چیز هست که از طریق از این پولش پرداخت کنیم میتونیم. خب دیگهش که هستن وقتی که پول ما از نفر مشتری ریسیف کردیم سعیستن او پول در یک اکاونت میره، او اکاونت به نام ان دیپوزیت فند یک اکاونت است در اونجا سب میشه. باز وقتی که او را ما دیپوزیت کنیم در اینجا می ریکارد دیپوزیت از خودت پول گرفتم، از یک مشتری دیگه می پول گرفتم، از دیگه پول گرفتم، کلش میره در ان دیپوزیت فند اکاونت. وقتی که ایره بخوریم در کابل بانک پشتنی بانک روان کنیم ایره به نام چی یاد میکنه؟ ریکارد دیپوزیت. پولی که آمده او ما چی کردیم؟ دیپوزیت میکنیم. خب چطور این سوال بود که دوره رفت ان دیپوزیت؟ خب ببینین وقتی که ما از مشتری یک چیزی را میگیریم، چیزی را میفروشیم سر مشتری، پول که ما میگیریم در اینجا در چارت اف اکاونتس یک اکاونت است، ما شما در روز اولم گفته بودیم به نام ان دیپوزیتد فند. او خو صحیح است. مثلا مثالش عملی برد بگیم، ما در دفتر ششتم در شارنو دفتر دارم بخش کمپیوتر رو میفروشم، صحیح است؟ در جریان روز چیز فروشات که ما میکنیم کلی پول در رواک میندازم. رواک میندازم یعنی اینمی پول که تانوز دیپوزیت نشده باشه در اکاونت مشخص سیره به نام ان دیپوزیت فند یاد میکنه. وقتی که تو به کارمندت به مدیر چی دفتر بگی که ایره ببر در عزیز بانک در کابل بانک در پشتن بانک، باز میگه دیپوزیت فند، این پول چی کردیم؟ دیپوزیت کردیم. باز او را باید در برنامه کویک بوکس تو ریکارد کنی، نه ریکارد دیپوزیت. خب ایستا روش کاری با مشتری چه قسم ما با او سر و کار داریم کار میکنیم. دیگه وندر است. وندر کسی که ما اشیا را از خریداری میکنیم، ما در مقابل وندر همیشه اکاونت پیبل هستیم و اکاونت رسیویبل هستن. این حالی ببین وقتی که ما از وندر چیزی را میخریم ما برای از او پرچیز آردر میکنیم. وندر کسی هستن؟ فروشنده هستن. بله. وقتی که برای ما مشتری پرچیز از ما چیزی را میخره برای ما سل آردر میکنه، صحیح است؟ یک مشتری برای ما زنگ میزنه ما او را ریکارد میکنیم چیش آردرش، این را به نام سل آردر یاد میکنه. وقتی که ما آردر میکنیم با وندر خود او را به نام پرچیز آردر یاد میکنه. یعنی ولی خب ما با مشتری تقریبا نی این کسی است که ما از پیش خریداری میکنیم، این کسی است که ما بالاش اشیا را میفروشیم. پس وقتی که مشتری برای ما زنگ میزنه برای ما میگه که اینی قجنس مکار دارم، آردرش در برنامه کویک بوکس میرسونم، اینو میره به نام سل آردر یاد میکنه. سل کده ایجا هست به نام سل آردر، کریت سل آردر. پس وقتی که باز اینمی مشتری در کمپیوتر خود چه قسم میرسنه؟ مشتری باز او را به نام پرچیز آردر میرسنه پیش خودش که ما به وندر خود، ما شما به مشتری وندر میشیم نه؟ باز او در کمپنی خود در کویک بوک خود میرسنه که ما پرچیز آردر کردیم به کدام کمپنی، نام کمپنی ما را میرسنه. باز ما در کویک بوکس میرسنیم سل آردر. اینالی این نفر که هست وندر ماست، ما بر از او مشتری استیم، ما که زنگ بزنیم در اونجا به اون نفر، او در کمپیوتر خود میرسانه سل آردر، ما در کمپیوتر خود میرسانیم پرچیز آردر. ما یک آردر خریداری کردیم، پرچیز آردر کردیم، باز او میرسانه به خود به نام سل آردر که برای ما یک مشتری سل آردر کرده. چی شد؟ بعد از اینکه ما پرچیز آردر کردیم اون نفر آردر ما رو مکمل تکمیل کرد، اینونتری او رو ما ریسیو میکنیم یا نمیکنیم؟ اینونتری را که ما ریسیو کردیم، receiving inventory، بعد از چیستا enter bill است. ما تو وندر ماستی، ما از تو کمپیوتر میخرم، دادن کمپیوتر ما بر چی کرده بودم؟ آرده دادم، پرچیز آرده داده بودم، او رو برای ما روان کردی. وقت که روان کردی ما چی میکنیم؟ میگم که receive inventory. دا وندر که بری یک کماند است بنامی receive inventory یا receive item، یکی هستا او رو میرسن که ما اینی inventory receive کردم. بعد از او وقتی که ریسیو کردی اونو بل از رو در برنامه کویک بوکس میرسانه که اینی رو برنامه چی یاد میکنه؟ انتر بل اگینست انونتری ریسیوید. پس تا که تو بل نرساندی پی بل کردن میتونی، صحیح شد؟ انونتری روان کردی امرای اینم یک ورق بل انونتری آمد امرای ما، صحیح شد؟ بله ما ریسیو انونتری گفتم، انونتری ما اضافه شد، ما اگم پول برت ندادیم تانوس. خب
خونه اینجا هدفی که معامله باید وندر از سرش بس شود. بله صحیح است، تو وندر ما سی اینوینتری برای ما آمد و مشتری تسند کمپانی ما در کویک بوک ما رساندم که اینوینتری ما رسیف کردم از وندر خود. خود تا که تو در برنامه کویک بوکس انتر بل نکنی، بل از اون نرسانی صحیح است، تو که ما که بل نرسانم او نفری که مسئول پول است او پول پرداخت کردن نمیتونه، پی بل کردن نمیتونه، باید انتر بل کنه اگینست اینوینتری. ای بل سیست از امی اینوینتری که ریسیف شده، بعد از اون نفر دیگه که مسئولیت پرداخت پول داره، اون نفر میتونه که پول چی کنه؟ پرداخت کنه. صحیح شد؟ ای رویش کاری چی بود؟ با وندر بود. چه قسم ما کار میکنم؟ سل کده اینجا هستم، در وندر اول چیست؟ ما میایم اول پرچیز آردر میکنیم. بعد از اون که پرچیز آردر کردم، ریسیف آیتم میکنم، انتر بل فور ریسیف آیتم. بعد از اون که کار شد، پی بل میکنیم. یکی ای انتربل با ای انتربل چی فرق داره؟ اینجا میبینی بازور ما شما کپ میزنیم، چی تفاوت داره؟ چرا دو جای آورده اینجا آورده؟ صحیح شد. ای بود روش کاری با وندر، چه قسم با وندر کار میکنیم. ده اینجا بعضی کماندای دیگه هم هست، مثلا کماندای که مربوط کمپانی میشه، سلتکس به خاطر از استفاده میشه. متوجه هستی وقتی که ما چیزی را بالای مشتری خود میفروشیم، صحیح است، وقتی که بالای مشتری خود چیز رو میفروشیم، اگر سر مشتری خود تکس مالی رو وضع کنه که او سر ما شما لایبیلیتی است، او مربوط اینمی بخش میشه. باز در منی سیل تکس که رفتی یک وندر رو جور میکنی، خود نام وندر رو نوشته میکنی، صحیح است. هر چیزی که هست، مثلا ما شما مالی رو با کی پرداخت میکنیم؟ وزارت مالی هر کس که هست. نام از او رو در وندر میگیری و باز میگی که کیست؟ سل تکس ایجنسی است که با کسی ما تکس پرداخت میکنیم. و در اینجا مکمل هم و فیصدیش هم باز ما میتونیم جور کنیم که چقدر سل تکس سر از ما برازو پرداخت میکنیم، چقدر سل تکس همراه ما شما جمع شده. این یک بخش جدای است که این مربوطی مشتری و وندر میشه، هر دویش میشه، صحیح است. و کسی که از پیش ما مالیه میگیره او وندر ماست، با مو خاطری در کدام جا آمده؟ در بخش وندر آمده، صحیح شد. امروی ما شما بخش ایمپلایی استن. خب از کسی که مثلا لون گرفته باشه از وندر، این باز اینجا میرسانی. مسائل بعدیش هست گپ میزنیم. ایمپلایی اگر به اساس ساعت و مثلا به اساس یک ساعت و دو ساعت سه ساعت کار میکنه، انتر تایم اکتیویتی زور میرسانی که دفته چند ساعت کار کرده، چند روز کار کرده، صحیح است. بعد از که کار کردی پی ایمپلاییز به اساس ساعت کاریش که هسته پول برای از پرداخت میکنی. برای لوازی اگر مسئله معاشات باشه بازور جدا ما جور میکنیم، بنام سیلری یک اکانت جور میکنیم، سیلری اکسپنس یک اکانت جور میکنیم، باز از طریق اسم پولیش پرداخت میکنیم. پی لایبیلیتی اگر پولی انتر تایم اکتیویتی ما کده باشیم، یک کارمند است همراه دو هفته کار کده هفت ساعت پولیش پرداخت نکده باشیم، اینمی سر ما شما چیست؟ لایبیلیتیست که باید پی کنیم ما شما، صحیح است. و موضوع پیرول پروسس است که به خود فرمای مختلف داره که در اینجا ما شما ای را کار کردن نمیتونیم. به خاطر پروسس کردن پیرول آنلاین ما شما مجبور هستیم به اینتیور کمپانی اینتیور که هست پول پرداخت کنیم که در این فیلن ترایل هست پیرول آنلاین کار نمیکنه دیجا. تو نو اکاونت هایی که ما در بانک داریم او در مستقیم لینک میکنیم با کمپانی کویک بوکس خود، بازار چقدر پولی که به کارمندا پرداخت کنیم از اکاونت بانک ما چی میشه؟ کم میشه، دیدک میشه. خب او را میمانیم. باز یک بخش دیگر آورده به نام HR Essential، یک موضوع نو است که در برنامه کویک بوکس 2020 آمده. بعض مسائل که مربوط HR میشه در اینجا یک تب برش آورده که واسه از این طریق استفاده کرده میتونه، او را ما کار نداریم. این موضوع را که میبینی اینجا راجع به کمپانی است و این بخش که میبینی راجع به بینکینگ است. مثلا از یک بانک، از یک اکانت ما پول روان میکنیم دیگه بانک، صحیح است. در اینجا ما شما میایم که لباس دیگه ما یک تب داریم به نام بینکینگ، ترانسفر فاند شو، مثلا میک دیپوزیت شو، ریکنسایل اکاونت، یا کلش نمیجه هستا. متوجه هستی؟ ریکنسایل اکاونت، ریکارد دیپوزیت، روزمره مو رجستر میبینی که چقدر پول رفته، چقدر آمده. با مو شکل امره ما شما در بخش کمپانی که از چارت اف اکاونت است که مربوط کمپانی ما شما میشه، با مو شکل اینوینتری است، آیتم ان سرویس، کدام آیتم مثلا ما میفروشیم یا خریدیم یا پس سر کدام سرویس ما عرضه میکنیم، هر کدام زیر باز ما شما در این قسمت میخوان. مثلا در لیست که بیایم این آیتم است امرای ما شما، آیتم لیست امرای ما شما است، در اینجا چارت اف اکاونت امرای ما شما است، کلش باز گپ میزنیم، صحیح شد. این بود یک خلاص معرفی محیط کاری می که بنام هوم پیج یاد میشه. در انسایدر اگه ما بریم، در انسایدر ببین، در اینجا اول تو تاریخ انتخاب میکنی،
مثلا پروفیت اند لاست اکاونت امی خو ببینی ما جنوری از مثلا کدام میشه مثلا جنوری 2020 خب ده اینجا یک لحظه اول میگم که دس منت امی مای که فعلا هست نی این ما رو میبینیم نام کمپانی مود قسمت بالا میه اون تاریخ کمپانی ام تاریخش میگی خو سیمپل کمپانی ساین از 2020 آورده ایجا برای ما نشته کرد هر کدام لوگوی کمپانی باشه ایجا اپلود کرده میتونی ده اینجا برای ما میگه که بدر دس من که بنام چی یاد میشه خب چی انتخاب شده گیست دس من خب ما میگیم که بدر چی کو برای ما میگیم که از امی تاریخ تا این تاریخ ها یک دقیقه چوده ایرمه میخوام معلوم کنم امروز امروز که از انکم ماین قدر است 13,439 افغانی و ایک مصارفات ما چقدر است 16,733 افغانی یعنی از آید که دار مصارفات ما چیست زیاد است پس ما در چیستیم در نقص هستیم خوی مثالش برد گفتم یعنی از این طریق ما شما میتونیم که کار بکنیم دیگه ما برش میگیم که نی از یسترده از دین روز برای ما نشان بدیم در دین روز که است اگر متوجه شده باشی آید ما زیاد بود مصارفات ما کم بود و مو شکل خب ما دسمنت انتخاب کردم از این طریق میتونی که مثلا سلکو از 7 دسامبر تا 31 دسامبر که در کدام تاریخ ها که خریداری و فروشات شده واره برای ما نشان میده اگر متوجه شده باشه باز انکم ما زیاد است نسبت به اکسپنس و نت انکم ما چقدر است انکم خالص ما 13,685 روپه در اینجا برای ما به شکل گراف نشان میده که چقدر ما اکسپنس داشتیم متوجه استی چقدر پیرو لایبیلیتی سر ما بود دیگه کاست اف گود سولد چقدر است دی دیگه اکاونت هاش است کل معلومات اینجا میت اگر این تاب کلیک کنیم اون طرف برای ما به شکل سال نشون میده که مثلا سال 2020 سال 2023 سال 2025 خب خلاصه در اینجا برای ما فقط یک اوورویو میت راجع به کمپانی از کدام اکاونت از پروفیت اند لاس اکاونت که از اینمی تاریخ اینمی تاریخ ما در نقص هستیم یا در فایده هستیم اینا باز ما شما در اینجا هم گپ میزنید ریپورت کی بین ما شما د اینجا د اکاونت ټیکس کی بین د اینجا ما شما ببخشین د کمپنی فاینانشل ان پروفیت اند لاس امره ما شما است سټانډرد اکاونت است کی چې قدر ما د فایده استیم د نقص استیم د تاوان است از کدام تاریخ تا کدام تاریخ می خوئ فرض مثال تو پیشتر گفتی از کدام ما را از مای جنوری خب این کمپنی چون از 2020 است صحیح است ما چی میکنم از دسامبر شنا میگیرم 2024 ما میرم از چی شم میگیرم چی میگه از جنوری شم میگیرم صحیح شد تا کدام تاریخ میگم تا دسامبر از یک ساله یا از هم یک ماه انتخاب میکنم جنوری خب تا 31 انتر کلیک کنم کامل معلومات برات میده هیچ کدام استیتمنت است پروفیت اند لاس استیتمنت است دا پروفیت اند لاس استیتمنت امره ما شما چی بود انکم و اکسپنس است صحیح است تا اینجا که میبینم امره ما شما مکمل چی است ای کاست اف گودز سولد است گراس پروفیت ما اینه قدر است که ما شما گپ زده بودیم از این گراس پروفیت ما شما چی میکنیم دیگه که از چیزی مصارفات که است او را توتال اکسپنس را کم میکنیم چیزی که امره ما شما میمونه به نام چی یاد میشه به نام نت انکم یا اوردینری انکم یاد میشه خب اینا ما شما بعدا گپ میزنیم فقط به خاطر از اینکه خودت سوال کردی که از می ما را برای ما نشون بدی میم سری د بخش طرف چپ که به نام لفت آیکن بار یاد میشه این یگان وقت اینجا نمی باشه یگان وقت این قسمت بالا می باشه یگان وقت بخی هایت است د ویو که بری دیجا کامند سمره ما شما لفت آیکن بار باشه نه باشه میگم میگم باشه در کدام جا باشه تاب باشه در این قسمت بالا باشه حال میه چون یکم ذره وقت میگیرن د بالا آمد و نمو آیکن بار د بالا آمد میگم نه ای باشه هایت کو بخی چه شد بخیدم شد میگم نه باشه امون طرف چپ چیست خوب معلوم میشن این طرف چپ برای ما شما لفت آیکن بار آمد ای بخاطر چی هستن یگان وقت ایجا لفت آیکن بار بخاطر از این میگه تمام آیکن هایی که در برنامه کویک بوکس هست کلش در اینجا هستن مثلا هوم کمپانی ما شما که هستن ای هوم پیج کمپانی ما هستن اینمی رو ما کلوز کردم مثلا خودت نمیفهم چه قسمی رو بیارم اینجا در هوم آیکن هستی رو که کلیک کنی پس هوم پیج برای ما چی میکنه؟ باز میکنه به مو شکل مای کمپانی راجع به کمپانی معلومات میخوای نام کمپانی چیست او شماره تلفن شو دیگه معلومات کلش اینجا هست ده اینجا چیزی که زیاد مهم است برای ما شما امره ما کمپانی اسنپ شات هست یک اسنپ شات یک تصویر از کمپانی برات میاره کی آیت مصارفات بالانس شیت کل چیزاش لایبیلیتی اکاونت پیبل اکاونت ریسیبل چقدر کلش نشون میده اگر روی ازی ما شما کلیک کنیم ده اینجا ببین یک صفحه باز میشه که ده اینجا مکمل معلومات برای ما میده اگر ببینی این قسمتی که میبینی به نام انکم و اکسپنس یاد میشه هر ماره
د جنوري عاید مزیات مصارفات کم بود، د فبروري د مای اکتوبر و نومبر عاید مزیات مصارفات ما کم بود. تقریبا د تمام ماها که هستن عاید ما چیست؟ زیاد است، نسبتا زیاد است. صحیح است، د اینجا به اساس سال نشان میده برای ما، توجه است به اساس. و د اینجا اگه ببینی برای ما اونم فروشاتی که ما شما کردیم، کدام مشتری است که زیاد فروشات کرده است پیش ما؟ تاپ کاستمر ما نشان میده برای ما. اینو میبینی اینمی کوک برنگ هست، ای زیاد مشتری ماست که زیاد پیش ما خریداری کرده، یعنی تاپ کاستمر بای سلز. دی قسمت که ببینی مصارفات برات نشون میده که کدام ما مصارفات ما شما چی بود؟ زیاد بود. یعنی میبینی دی سال. و دی اینجا که هست امو کاستمر هایی هست که بالایش کاستمر ها او منی سر از پولی مونده، متوجه است؟ تمام نفرایی که قرضداری ما شما هسته دی اینجا برای ما نشون میده چقدر پول قرضدار هستن، اماوند دو پولی که باید برای ما پرداخت کنن. این و دو دیتش اینمی تاریخ هست که باید پرداخت میکرد، پرداخت نکرد، تاریخ دیر شده سر از اون. صحیح شد؟ در اینجا که ببینی اکاونت بالانس ها، اونو اکاونت هایی که بالانس داره، اگر اکاونت ریسیبل باشه، اگر اکاونت پیبل باشه، هر چی که باشه، در اینجا ببین اکاونت ریسیبل اینا قدر پولی هست که باید ما شما از مردم ریسیف کنیم. 93,007.93 باید از سر مردم قرض است، سر مشتری اکاونت ریسیبل مستقیم سر مشتری است، طلبات است، طلبات باید به دست بیاریم. صحیح شد؟ چکینگ است، چکینگ اکاونت دا بانک اکاونت هم دیجا نشون میده، دا چکینگ اکاونت ما شما این قبول است. چی است چکینگ؟ بانک اکاونت است، نوی اکاونت است. دیگه کی است؟ اکاونت پیبل، چقدر پول سر ما از مردم قرض است. دا سیوینگ اکاونت چقدر پول داریم دا بانک، اینقدر پول داریم. صحیح است؟ لایبیلیتی سر ما شما کی است؟ اینقدر لایبیلیتی. ای هر چیز است، چونی کمپانی از امریکایی است نه، امو تاکسی هر نوع تاکسی که در امریکا سر از لایبیلیتیز ور کل شیز نوٹ کرده، مثلا فدرال ویت هولدینگ این قدر است، متوجه استی؟ ای پیبل دیگه است، ای پیبل دیگه است، ای پیبل دیگه است، کل شیز نوشته کرده. مکمل پیبل از چه قدر میشه؟ خب تاکسی که او پرداخت نکرده، سل تاکس 975 روپا تاکس است که ای را باید به دولت پرداخت. تاکسی که از مدرک فروشاتشان است یا از مدرک سل تاکس است، اگر سالری تکس پس وجود است، ای سل تکس است، ای سل تکس است. دیگه پی ٹی کیش میبینید قبول د پی ٹی کیش داریم، یا کلش اکاونت است دیگه، اونو اکاونت هایی که اوپننگ بالانس داره، اینجا اوپننگ بالانس نه، بالانس داره دیگه برای ما نشون میده، بالانس داره امام بالانس. صحیح شد، یه اوورویو بود از کمپانی ما شما. خب این کار ما کدام طریق دانستیم؟ کمپانی اسنپ شات که کلیک میکنیم. اینکم ترکر اگه میخوای معلوم کنی سر از کلیک کو اینکم ترکر به ایمان چقدر عایدات داشته ما شما، توجه استی؟ مصارفات میخواستی معلوم کنی، اینی را کلیک کو. کلندر جنتری را میخوای، مشتری را میخوای ببینی، روی مشتری کلیک کو. کاستومر صفحه که باز میشه به نام ویندوی مشتریات میشه، در اینجا تمام زیار که میبینی مشتری های ما شما است. چیزی پولی که در اینجا میبینی ای اکاونت ریسیویبل ما شما است، پولی است که سر از وا مانده باید ما ریسیو کنیم. و این طرف که هست دسکریپشن از اوستا و در این قسمت تمام ترانزکشن هایی که با اون مشتری صورت گرفته دیجا برای ما نشان میده. به مو شکل اگر ما شما روی وندر کلیک کنیم، اینجا که میبینید تمام ازیا وندر هاست برای ما شما، وندر هست و این پولی که شما در این قسمت میبینید اکاونت پیبل است بالای ما شما، باید بر ازیا پرداخت کنیم. دا کاستمر اکاونت ریسیویبل بود، دیجا اکاونت پیبل است. تمام ترانزکشن هایی که صورت گرفته اینجا است، مثلا ما اول پرچیز آرڈر کردیم برای این نفر، به کدام تاریخ؟ به این تاریخ. بعد از او بل چک برای او پرینت کردیم به این تاریخ، متوجه استی؟ و در اینجا نام مشخصات از اوست با مشکل از امپلایی از دیگه مسائل. صحیح شد؟ بازی کار را ما شما از این طریقه میتونیم که در مشتری بیم در کستومر سنتر کلیک کنیم، بخشی سنتر مشتری میاره. اگر در وندر بریم وندر سنتر کلیک کنیم، بخشی وندر میاره بریم. ای بود یک خلاص معرفی محیط کاری در برنامه کویک بوکس که چه قسم ما شما کار میکنیم، وندر چیز، کستومر چیز، از کجا باید را باز کنیم. سوال کنیست انشاءالله.